درود به شما همراهای خوب کانال جنرگرا. با همسرم توی ماشین نشسته بودیم که متوجه صدای ویبره گوشی که توی ماشین مخفی کرده بودم شد. تا گوشی رو پیدا کرد و جواب داد، فهمید که بهش خیانت کردم. منم مجبور شدم بکشمش. با ما همراه باشین تا این پرونده جنایی رو با هم بررسی کنیم. ۲۱ اسفند سال 99 بهنام 39 ساله به اداره آگاهی پاکدشت رفت و خبر گم شدن همسر 35 ساله شقایق رو بهشون اعلام کرد. بهنام میگفت من چند سال پیش با اینکه تازه بچه دار شده بودم از همسر اولم جدا شدم و سرپرستی پسرم هم دادم بهش. بعد این جریان 3 سال پیش بود که با شقایق آشنا شدم. یک سالی با هم دوست بودیم تا بالاخره تصمیم گرفتیم با هم ازدواج کنیم. تو این 2 سالی که داریم با هم زندگی میکنیم همه چی بینمون خیلی خوب بود، ولی شقایق دیر رو از خونه رفت بیرون و دیگه برنگشت خونه. با تمام شدن صحبت‌های بهنام، افسری که مسئول رسیدگی به این پرونده شده بود، به خاطر نوع رفتار بیخیالی بیش از حد بهنام بهش مشکوک شد. واسه همین بعد ثبت گفته‌های بهنام به همراه چند تا از کارگاه‌های اداره آگاهی راهی محل زندگی این زوج شدن و تحقیقات فنی خودشون رو شروع کردن. تحقیقات نشون میداد این زوج حدود 2 سالی میشه که توی این خونه زندگی میکنن. اونجوری که همسایه‌ها میگفتن زندگیشون اوایل خیلی خوب و آروم بود، ولی این اواخر مدام با هم درگیری داشتن و همش صدای داد و بیداد از خونه‌شون میومد. همه همسایه‌های بهنام و شقایق این حرفا رو تایید میکردن. برای همین بازپرس پرونده که از اول به بهنام شک کرده بود دستور بازداشت این مرد رو صادر کرد. بهنام به اداره آگاهی منتقل شد و پشت میز بازجویی نشست، اما این بار حرفای کاملا جدیدی میزد. بهنام میگفت آخرین بار پیروز من و شقایق با ماشین رفته بودیم بیرون. همینجوری که داشتیم توی خیابونای پاکدشت میچرخیدیم با شقایق دعوام شد. وسط دعوا یه دفعه شقایق گفت حالم بده، نگهدار میخوام پیاده شم. بعد اینکه از ماشین پیاده شد رفت و دیگه برنگشت. منم چون نگرانش بودم اومدم این موضوع به شما اطلاع بدم. تناقض خیلی شدیدی توی حرفای بهنام بود. برای همین به دستور بازپرس این مرد مورد بازجویی فنی قرار گرفت تا اصل ماجرا مشخص بشه. این بازجویی‌ها جواب داد و بالاخره 3 روز بعد گم شدن شقایق بهنام به قتل این زن اعتراف کرد. بهنام میگفت من بعد اینکه همسر اولم رو طلاق دادم با شقایق ازدواج کردم. خیلی زندگی خوب و آرومی داشتیم، ولی شقایق خیلی آدم شکاکی بود. مدام وقتی از سر کار میومدم گوشیمو چک میکرد. با این حال بازم من اعتراضی نمی کردم و می گفتم من که کاری نکردم، بذار هر چقدر که می خواد گوشیمو بگرده، بالاخره خودش خسته میشه. یواش یواش این رفتار شقایق واسه شده بود عادت. همیشه بهم شک داشت و اصلا حرفای منو باور نمی کرد. هر حرفی بهش می زدم همش دنبال این بود از توش سوتی در بیاره. این کاراش باعث شد کم کم ازش سرد بشم. خودش هم متوجه این موضوع شده بود. هر روز فاصله ما از هم بیشتر می شود. تا اینکه چند وقت پیش با یه زن دیگه به اسم میترا آشنا شدم. من و میترا به صورت اتفاقی توی پمپ بنزین با هم دوست شدیم. میترا خیلی زن مهربون و خوش‌تیپی بود. از همه نظر از شقایق و همسر قبلی من بهتر بود. من زمانی که با میترا آشنا شدم رفتم یه خط دیگه خریدم و با یه گوشی دیگه با میترا در ارتباط بودم. من به میترا همه چی رو گفته بودم و اون در جریان تمام جزئیات زندگی من بود. چند وقتی از رابطه من و میترا گذشت. یواش یواش رابطه‌مو انقدر صمیمی شد که تصمیم گرفته بودم با شقایق صحبت کنم و از هم جدا بشیم. ولی درست یه روز قبل حادثه با شقایق دوتایی رفته بودیم بیرون که دور بزنیم. من همیشه گوشی دوممو توی ماشین مخفی می‌کردم. از شانس بعد من تا نشستیم توی ماشین صدای ویبره گوشی در اومد. اول شقایق گوشی خودش رو نگاه کرد. وقتی دید مال خودش نیست بهم گفت گوشی داره زنگ می‌خوره. ولی من وقتی گوشی معجبم درآوردم متوجه شد گوشی منم نبوده. بهش گفتم صدای خود ماشینه، ولی شقایق ولکن نبود. انقدر گشت تا گوشی رو توی داشبورد پیدا کرد. وقتی گوشی رو گرفت دستش با تعجب داشت به من نگاه میکرد. گفت این چیه؟ گفتم خط کاریمه. همون موقع دوباره گوشیم زنگ خورد. از شانس بعد من میترا حالش بد شده بود و مدام پشت هم زنگ میزد که ببرمش دکتر. سری شقایق گوشی رو جواب داد. تا گوشی رو جواب داد میترا از اونور خط گفت بهنام حالم خیلی بده. شقایق تا این حرف رو شنید شروع به داد بیداد کرد، ولی میترا که موضوع میدونست سر گوشی رو قطع کرد. دیگه مگه شقایق ول میکرد؟ همش داد و بیداد میکرد و پشت هم زنگ میزد به گوشی میترا.
ولی میترا از ترسش گوشیشو خاموش کرد. شقایق دیگه هیچی حالیش نبود، فقط داد میزد، همش بهم فحش میداد، ولی قبول نداشت که مقصر این اتفاق اونم بوده. گوشی ما تو ماشین برداشت و از ماشین پیاده شد و رفت. هرچی تو خیابون دنبالش رفتم هیچ فایده ای نداشت. تو همون خیابونم شقایق فقط داد میزد. وقتی دیدم اینجوریه دیگه ولش کردم و برگشتم خونه. آخرهای شب بود و من جلوی تلویزیون بودم. دیدم شقایق وارد خونه شد. هرچی باش حرف میزدم هیچ جوابی بهم نمیداد. فقط تونتون داشت لباساشو جمع میکرد. میگفت فردا صبح من از این خونه میرم. تو هم هر زن خرابی که میخوای و فردا بیار تو این خونه. من دیدم خیلی عصبیه. دیگه پر به پرش ندادم و گفتم صبح که آرومتر شد باهاش حرف میزنم. شب و جلوی تلویزیون خوابیدم. صبح با سر و صدای شقایق که داشت وسایلشو میریخت توی چمدون بیدار شدم. رفتم بهش گفتم بس کن. اگه قول بدی رفتارتو تغییر بدی منم قول میدم کل زندگیمو صرف تو کنم. ولی شقایق شروع کرد به من بی احترام کردن. انقدر فحش داد که توی یه لحظه کنترلم از دست دادم. با چک و لگد افتادم به جونش. وقتی بیحال شد یکی از روسریاشو تو چمدون برداشتم و پیچیدم دور گردنش. انقدر کشیدم که سرعت شقایق کبود شد. نفسش هم قطع شده بود. گوشمو گذاشتم روی قلبش. قلبش هم دیگه نمیزد. باورم نمیشد به همین راحتی بشه یکی رو کشت. تبدیل شده بودم به قاتل. باید یه راهی پیدا میکردم که از شهر جسد خلاص شم و گیر نیافتم. واسه همین سری جسد رو پت و پیچ کردم و بردم تو پارکینگ و انداختمش توی صندوق ماشین. ماشین رو روشن کردم و رفتم سمت شریف آباد. اونجا کلی گودال کنار جاده کنده شده. رسیدم به شریف آباد. جسد رو به زور از توی ماشین بردم کنار جاده و انداختمش توی یکی از گودالا. با بدبختی خیلی زیادم خاک ریختم روش که کسی نتونه پیداش کنه. بعدشم سری برگشتم خونه و شروع کردم مرتب کردن خونه. همه لباسهای شقایق رو دوباره گذاشتم سر جاش. مادر شقایق مدام به گوشی زنگ میزد. منم گوشیشو خاموش کردم. وقتی گوشی شقایق خاموش کردم مادرش به من زنگ زد. گفت ازش خبر داری؟ گفتم والا یکی دو ساعتی از خونه رفته بیرون و هیچ خبری ازش نیست. منم بهش زنگ میزنم جواب نمیده. بعد اینکه این حرفا رو بهش گفتم مادرش دیگه ول کن نبود. با اصرارای مادر شقایق فردا صبحش اومدم اداره آگاهی تا گم شدنشو اعلام کنم. فکر میکردم با این کار دیگه کسی به من مشکوک نمیشه، ولی کاملا اشتباه میکردم. بعد تمام شدن اعترافای بهنام به جایی که جسد رو دفن کرده بود برده شد و علاوه بر اینکه پیکر شقایق از زیر خاک بیرون کشیده شد، صحنه جنایت هم بازسازی کرد. با این کار پرونده کامل شد و با صدور کیفرخواست به شعبه دوم دادگاه کیفری ارسال شد. بعد حدود 3 سال اواخر فروردین امسال روز محاکمه بهنام رسید. اما ابتدای جلسه مادر شقایق به عنوان ولی دم پرونده توی جایگاه قرار گرفت و گفت شقایق خیلی دختر خوب و بسازی بود. با اینکه بهنام از ازدواج قبلیش بچه داشت ولی بازم دخترم باهاش ساخت. از زمانی که فهمیدم گم شده مدام با بهنام در ارتباط بودم. حتی شبونه بهنام اومد دنبال پسرم تا با هم برن دنبال شقایق بگردن. ولی این آدم توی تمام این مدت ما رو سر کار گذاشته بود و میدونست چیکار کرده. فقط با این رفتارش بخواست پلیس رو گمراه کنه. بعد مادر شقایق نوبت بهنام شد و توی جایگاه قرار گرفت. بهنام میگفت من خودم میدونم اشتباه بزرگی کردم. ولی زمانی که فهمید من بهش خیانت کردم خیلی رفتار بدی از خودش نشون داد. منم با دیدن رفتارها و توهیناش دچار جنون آنی شدم و دست به این جنایت زدم. من مسیر هر روزم برای رفتن به سر کار از سمت شریف آباد بود. هر وقت جلوی گودالایی که توی شریف آباد بود رد می‌شدم با خودم می‌گفتم اگه یه زمانی آدم کشتم میارم اینجا خاکش می‌کنم، چون هیچکس نمی‌تونه پیداش کنه. انقدر به این موضوع فکر کردم تا همین اتفاقم افتاد. من از کاری که کردم خیلی پشیمونم، ولی پشیمونی من برای خانواده شقایق هیچ فایده ای نداره، ولی بازم ازشون میخوام که منو ببخشن. بعد دفاعیات بهنام قضات دادگاه وارد شور شدن و بهنامو به قصاص محکوم کردن. با اعتراض وکیل بهنام به این حکم پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده شد تا بعد بررسی نهایی قضات دیوان عالی رأی نهایی این پرونده را اعلام کنند. در حال حاضرم بهنام توی زندان و منتظر اعلام رأی نهایی دادگاهه. با ما همراه باشین چون فردا با یه پرونده جدید برمیگردیم. یادتونم نره اگه به این سبک ویدیو علاقه دارین حتما ویدیو ما رو لایک کنین.
پس تا فردا بررسی یه پرونده جدید حتما مواظب خودتون باشین.